همیشه در همه زمان ها انتقاد از لیست تیم ملی بوده، یعنی شما همیشه سلیقه‌های مختلف وجود داره و هر کسی دوست داره که خودش دعوت بشه یا طرفدار یه تیم خاص یا یه بازیکن خاص دوستان هم بازیکنشون دعوت بشه. به نظر من باید به همه نظرات احترام گذاشت، ولی آخر بدونن که مهمترین چیز نتیجه گیری تیم ملیه. من هم فکر نمی کنم یک مربی بخواد بیاد آینده خودشو اونم در مقطع ملی، چون ملی امکان داره شما با یه باخت اصلا حذف بشی، تو باشگاهی وقت داری هر هفته جبران بکنی. من فکر کنم هر مربی سعی میکنه بهترینی رو که از دید خودش میتونه برای تیمش انتخاب کنه انجام بشه و امیدوارم که در آینده بتونیم یه لیست خیلی خوب و قوی رو داشته باشیم. من بعد از حالا شاید الان بگم، شاید بعد بازی عراق دیگه میخواستم با تیم ملی همکاری نکنم، چون تو اون مقطع شرایطی میدیدم که احساس کردم من آدمی هم که تلاش میکنم، وقت میذارم و دوست ندارم بعدها این ننگ کمکاری یا حضور نداشتن به منم بخوره. که بعد از بازی با عراق اصلا شرایط عوض شد، یه تیم ملی ایران فکر کنم 3-4 ماه اصلا مربی نداشتیم، بعد استعفای آقای تاج شد، این شرایط به وجود اومد که نزدیکای بازی که داشتیم میشدیم آقای اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شدن و بعد از اون من گفتم که ایشون خودش باید انتخاب کنه چه کسی میخواد مربی بشه، با کی دوست داره کار کنه و فقط صرف هم وجود قرارداد نبود، که ایشون هم یه جلسه با من گذاشت صحبت کردیم در مورد همکاری و ادامه همکاری و فوتبال و سبک فکر کردن فوتبال، که ناگهان دوباره تمام بازی ها به هم خورد برای با فروردین سال گذشته که لیگ هم تعطیل شد، که من دیگه برگشتم آلمان و بعد از که آقای اسکوچیچ اومدن دوباره من برگشتم با هم صحبت کردیم، اما این کردیم کارمون رو شروع کردیم، الان هم داریم میریم جلو و کارمون رو داریم ادامه میدیم. من نمیخوام آقای ویلموس، چون اینجا نیست ما نمیتونیم همش بگیم آقای ویلموس مشکل داشته. ببین آقای ویلموس توی کشوری زندگی کردن، توی سبکی بودن که حقوقشون مرتب اومده. شاید من یه مقدار مثلا آقای کیروش یا آقای برانکو اینا چون تو ایران مدت زیادی دوشتن تا از این تجربه داشتن که اگه حقوقشون یا مبلغشون دیر میشه میگیرن، حالا امکان داره 5 ماه دیرتر، 6 ماه دیرتر، 7 ماه دیرتر، ولی همه اینه که گفتم بعد مربی دیگه تو آخرین روز وایسادن کارشون رو کردن. مثلا آقای برانکو تیمو برد نایب قهرمان آسیا کرد، یا نمونه دیگه ایش هم داشتیم مثلا آقای کیروش هم شاید همچین مشکلاتی داشت، ولی به نظر من بهتر بود که تو اون مقطع، چون ایشون قرارداد داشت، قطعا قراردادش رو هر موقع میخواست میتونه شکایت کنه، شاید تو اون مقطع بهتر بود ایشون وای میساد، تیم ملی ایران نتیجهش رو میگرفت، این حاشیه‌ها به وجود نیومد، طبیعتا پولش رو دیر گرفته بود و یه مقدار ناراحتی براش بود، ولی ای کاش وای میساد این بازی عراق هم انجام میدادیم بعد تصمیم گرفت در مورد موندنش یا رفتنش یا پول. وقتی شما همه بازی‌ها رو میری میبینی اطلاعات در بازیکن‌ها قوی‌تره. شما وقتی یه بازیکن رو نمی‌بینی مثلا به فکر 4 ماه پیششی، امکان داره بازیکن تو بازی گذشته مصدوم شده باشه، مشکل روحی داشته باشه، کارت قرمز گرفته باشه، بازی نکرده باشه و ما نمیتونیم با ذهنیت قبلیمون بیایم ارنج کنیم نفراتو بذاریم، چون تیم نتیجه نمیگیره. ما با هر روز بدونیم وضعیت بازیکنمون تو این هفته چه جوری بوده، ما نمیتونیم بیایم روی این ذهنیت که فلان بازیکن تو جام جهانی 2018 خوب بازی کرده الان هم بذاریم بازی کنه، چون چندین سال گذشته. من یه مقدار از این شرایط به وجود اومده بود احساس میکردم که اتفاقای خوبی برای تیم ملی ایران نمیفته، ولی ببینیم، من بازم میگم من کمک مربی تیم ملی ایرانم و یکی از مربی ایرانی تیم و باید چیکار کنم؟ به تیم ملی کمک کنم، نه که بیام برای تیم ملی حاشیه درست کنم. ما الان 20 ماه حقوق نگرفتیم خب، ولی خب چون من یه ایرانی هستم صلاح میبینم که فعلا من حاشیه دیگه برای تیم ملی درست نکنم، یا آنالیزور تیممون نمیاد برای تیم حاشیه درست کنه. به این خاطر یه جاهایی شرایطی به وجود میاد، ما به خاطر بر حسب وظیفه‌مون مجبوریم که جو آروم کنیم، خودمون جو شلوغ نکنیم. به این خاطر این به معنی محافظه کاری نیست، این به معنی ترس نیست، حفظ موقعیت نیست، این به خاطر اینه که میخوایم تیم ملی ایران از این گروه صعود کنه. وقتی که صعود کرد آدم میتونه همیشه حرفاشو بزنه، انتقاداشو بگه، ولی به نظر من بعضی موقع مثل محیط خانواده میمونه. شما نمیتونی هر اتفاقی که تو خانوادت میفته بری برای همسایه‌ات هم تعریف کنی، با
باید تو داخل خونه خودت اون موضوع حل کنی. به این خاطر شرایطی بود که به نظر من مناسب نبود و همون شد که ما جلوی تاثیرگذار شد روی نتایج نگرفتن و جلوی بحرین و عراق. کار تو تیم ملی قرارداد قلبیه، کار تو باشگاه قرارداد کاریه، یعنی در ازای کاری که انجام میدی باید بهترین تعهد و بازدهی رو بکنی، ولی تو تیم ملی تعهد معنویه، به خصوص برای کسی که از این کشور میاد. ولی طبیعتا تقاضای کادر فنی که بهترین امکانات فراهم بشه، برای مثال هواپیمای خصوصی گرفته بشه بریم برای بازی، بیاین هتل خوب گرفته شه، بازی دوستانه خوبی گذاشته بشه، امکاناتی که تیم ملی ایران میخواد، مربی ها میخوان، نرم افزار آنالیز کردن، برنامه آنالیز کردن و خیلی چیزهای دیگه، قطعا همیشه مربی تیم ملی بهترین رو میخوان. امیدوارم که رئیس فدراسیون جدید بیاد و بتونه این امکاناتی رو که ما میخوایم به بهترین شکل برامون فراهم کنه. به نظر من اولویت، اولین اولویت رئیس فدراسیون فوتبال فراهم کردن تمام امکانات برای صعود تیم ملی به دور بعد، که این اولین کاری که باید انجام بده به نظر من. اولویت بندی بعدیش اینه استفاده از نیروهای جوانی که مدیریت خوب مدیریت بتونن بکنن و استفاده کردن از جواناست که بیاره وارد فوتبال بکنه. ببینید الان ما مشکلی که داریم، افرادی که ما هنوز داریم صحبت میکنیم، میگیم آقای دادکان، داریم میگیم آقای صفایی فرانی، یعنی ما تو این چند سال گذشته تو ساختن مدیریت، مدیرایی که فوتبال بتونن اداره کنن مشکل داشتیم. خب یکی از دلایلش اینه که همه چی از باشگاه شروع میشه. من نمیخوام به باشگاه ایرادی بگیرم، حرفی بزنم، ولی خب وقتی برای باشگاهمون هم مدیر انتخاب میکنیم، معمولا آدمایی انتخاب میکنیم که شاید با فوتبال زیاد آشنایی نداشتن، نبودن، و تا میان جا بخورن، جا بیفتن، زمان رو از دست میدن. خب نمونهش هم ما داشتیم بارها تو فدراسیون آلمان که مهد فوتبال دنیاست و مدیریت قوی داره، همیشه فوتبالیستا مدیر نبودن. مثلا آقای مایر بود، چند سال رئیس فدراسیون آلمان بود، ولی ما ماتئوس سامر رو میاره، میره 4-5 تا آدم قوی فوتبالی میاره بهش کمک بکنن، نه که بره دوستاشو برداره بیاره بذاره که بدتر وضع فوتبالمون خراب بشه. به نظر من یک صعود به جام به دور بعدی و بعد صعود به جام جهانی، رسیدگی و اهمیت دادن به تیمای پایه تیم ملی ایران، پرورش مربی و مدیر برای فوتبال ایران، و یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنه به نظر من درآمدزاییه، که کار بسیار سختیه که بتونه پول بیاره. ببین تمام مشکلات فوتبال، حداقل الان من فکر میکنم علاوه بر نه فقط فوتبال، کل ایرانو دارم میگم، مشکل درآمدزاییه که باشگاه‌ها همش خرج میکنن ولی برگشتی وجود نداره. این مشکل هم باید حل بشه تا انشالله امیدواریم اتفاق خوب بیفته. طبیعتا آقای مهدی مهدوی‌کیا، آقای علی کریمی، اینا سرمایه فوتبال کشورمون هستن، آقای علی دایی، تمام بزرگان و فوتبال کشور ما، حالا نه فقط برای این انتخابات، اصلا باید از وجود همچین آدمای همیشه تو مدیریت، تو مربیگری استفاده کنه. و قطعاً آدمایی که فوتبال باشن، جنس فوتبال باشن و آدمای صالح باشن، قطعا وقتی میان فوتبال نمیخوان از این فوتبال بکنن، معروف بشن، چون اینو معروف بودن، میخوان بیان یه چیزی هم به فوتبال اضافه کنن، چون آبروشون رو میارن. به این خاطر من به نظرم حضور فوتبالیای صالح متحد قطعا میتونه به فوتبال ما تو هر پستی کمک بکنه. ببین یه چیزی رو فراموش نکنه، همیشه توی تیمایی همه جای دنیا، تو ایران هم ما داشتیم، یک مربی طولانی مدت توی تیم بوده و نتیجه هم گرفته، بعد از رفتن این مربی یه زلزله توی این تیم‌ها بوده. حتی شما بریم مثلا منچسترش هم بریم ببینید، بریم آرسنالش هم ببینید، آقای برانکو موقعی که از تیم ملی رفت و بریم ببینید، یا زمانی که آقای کیروش رفت. به این خاطر بازیکن‌ها عادت می‌کنن به یه سیستم، به یه سبکی، و بعد که یک مربی جدیدی میاد یه مقدار زمان می‌بره که بازیکن بخواد خودشو به اون شکل وقف بده، به خصوص اینکه یه مربی تازه بیاد توی کشوری که هنوز ویژگی بازیکن‌ها رو نشناسه. به این خاطر مربی که ایرانی باشه یا تو ایران مربیگری کرده باشه خیلی از شرایط رو میدونه. شاید منم برم مثلا توی انگلستان مربیگری بخوام بکنم، قطعا اونا هم یه ویژگی‌هایی دارن که شاید من تو شرایط اولش ندونم. من به نظرم مشکلی که به وجود من یه مقدار آقای ویموس اگه بیشتر تو ایران میموند وقت میذاشت،
شاید خیلی از این مسائل رو میتونستیم زودتر حل کنیم، ولی به جایی هم نخورد. یعنی ببینید خودتون تو بازی کامبوج همه داشتن از تیم ملی ایران تعریف میکردن که این تیم هجومی شده، داره گل میزنه، زیبا بازی میکنه، ولی به یک باره ما تو ظرف دو ماه دوتا باخت دادیم. الان هم که آقای اسکوچیش اومدن تو دوتا اردویی که ما داشتیم، اردو بسیار منظم بود و آقای اسکوچیش هم چندین بار به بازیکن‌ها گفتن موقع خنده خنده، موقع کار کار، موقع نظم نظم. به این خاطر ایشون تو نظم هم اهمیت میدن، بازیکن‌ها هم تو این دوتا اردویی که ما داشتیم بسیار منظم بودن. و فرق باشگاه با تیم ملی یه چیزیه. باشگاه بازیکن شاید بی‌نظمی هم کنه، هر کاری کنه قرارداد داره باید بمونه. تیم ملی ایران جای بهتریناست. یعنی اگه بازیکنی بخواد بیاد بی‌نظمی کنه و بخواد شاید بازیکن سالاری کنه، جایگزینش وجود داره. یعنی تیم ملی ایران انقدر جایگزین داره که اگه یه بازیکن بگه نیاد، یکی دیگه میاد. به این خاطر شاید بازیکن وقتی میاد تو تیم ملی نسبت به باشگاه یه چیزایی مراعات میکنه. شما نمیتونی یهو تو تیم ملی بیای رو اینستاگرامت بذاری من تاکتیک تیمو دوست ندارم، چون میدونه شاید این آخرین و اولین انتقادش باشه. ولی باشگاه میتونه این کارو کنه، باشگاه جریمهش میکنه، دوتا بازی شاید مربی نذاره، بعد دوباره بعد بیارتش، شو قرارداد داره. اما تیم ملی یک مقدار خود بازیکن‌ها بیشتر مواظبن و بازیکنی که میرسه به سطح تیم ملی قطعا. ما الان لژیونرایی داریم که تو کشورهای خارجی بازی میکنن و اونا هم قانونای خیلی سفت و سختی دارن، مورد دارن و شک گرفتن به این قانون حرفه‌ای دارن. و همینجور تو ایران هم به نظر من نسبت به گذشته خیلی بازیکنای ما منظم‌تر شدن، به تغذیه‌شون اهمیت میدن. و اگه مسائل حاشیه‌ای هم تو تیم‌های باشگاه ما هست، به نظر من به مدیریت برمیگرده. وقتی مدیر ما خودش حاشیه داره، تو روزنامه هست، تو فضای مجازی هست، شما دیگه نمیتونی به بازیکن بگی شما نباید این کارو کنی. من فکر میکنم تو شرایط الان من بازیکن سالاری تو تیم ملی نمیبینم، به خاطر اینکه بازیکنایی که مخصوصا تو این دوتا بازی که دیدین ما با نفرات مختلف بازی کردیم، بازی با ازبکستان و بازی با بوسنی کردیم، نفرات مختلفی بودن و هر کی هم اومده خوب بازی کرد و دوتا بازی قابل قبول انجام دادیم. این نشون میده که تیم ما یه مقدار از حالت وابستگی به فرد جدا شده و وابستگی به گروه شده، به تیم شده. و هدف آقای اسکوچیش هم اینه تیم خوبی بسازه،